سلام تر راهی مدل سازی و رندرینگ کابینت یکی از اصلی ترین شغل های هستش که شما میتونید توی اون کسب درآمد بکنید و توی سریع ترین زمان ممکن اون مهارت رو یاد بگیرید توی این ویدیو قرار که مدل سازی کابینت رو توی نرم افزار 3D Max توی سریع ترین زمان ممکن بهتون یاد بدم با دیتیل اجرایی یعنی اون پاخور کابینت چقدر باشه ابعاد درب کابینت میزان فور رفتگی بیرون زدگی و تمام اینا رو با هم کار بکنید توی نرم افزار 3D Max که ببینیم که توی نرم افزار مکس تو کمترین زمان ممکن هم شما میتونید مدل سازی کارتون رو با دقت 100 صد درصدی انجام بدین سلام بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه اسم من بهتاش اینجا ویدیو آرت ویژن و خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از کانال ما همونطور که گفتم توی این ویدیو قراره که بریم سراغ درامسر مکس و یک کابینت رو مدل سازی بکنیم با دیتیل کاملا اجرایی قبل از اینکه بخوایم برین خود نرم افزار بشین ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید سوال داشتید توی بخش کامنت ها مطرح بکنید و همینطور بچه اگر تو زمینه معماری و شبیه سازی فعالیت میکنید حتما یک سر به سایت ما بزنید vidartvision.ir که مرجع اصلی دانلود آبجکت های سبودی هست سایت ما و همینطور بچه ما یک دوره داریم به اسم دوره ساخت متریال پی بی آر دوازده تا متریال رو از صرف تا صد آموزشش رو برای شما و در اختیار شما قرار دادیم که خیلی راحت میتونید اون رو هم از سایتمون تهیه بکنید که کاملا بی نیاز میشید از هر دوره دیگه و کاملا مسلط میشین به دنیای شبیه سازی و رندر و متریال و بازم قبل از اینکه بریم سراغ نرم افزار حتما اگه کانال هم رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب و زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت ما ویدیو جدیدی میذاریم برای شما نوتیفیکیشن میاد و تشریف فرد ویدیوهای جدید ما رو میبینید بریم سراغ خود نرم افزار بچه توی شروع اصلی کار یه خورده شاید همه گنگ باشید و مبهم باشیم که آقا چجوری قراره یک کابینت مدل سازی بشه و از بیس کار چی هستش برای شروع کار ما میبینیم با یک باکس این کار رو استارت میزنیم من یک باکس ترسیم میکنم به این صورت و یک یونیت اصلی بچه ها کابینت عباده چقدر ارتفاعش 90 سانتیمتره من دقت کنید با ابعاد هم میخوام کار بکنم چرا که ابعاد نقشه اساسی داره توی روند کاری ما عمق 60 سانتی متر عرض 50 سانتی که حالا عمق ما مثلا این رو عمق در نظر میگیرم عرض 50 سانتی به این صورت یا بذارید برعکس قرار بدم فرق نمیکنه خب این الان درب به کار منه این قسمت جلوی من این هم عمق کار منه حالا ما که چند تا کابینت اینجا قرار بدیم اینجا وسطش رو خالی کنیم اوجا قاز قرار بدیم یه سری رو کشو قرار بدیم با ابعاد دقیق چجوری میشه این کار انجام داد راحت ترین و سریع ترین کار اینه که شما بچه بیاید از ادیت پالی استفاده بکنید شاید بگین که آقا نه ادیت پلیس سخت ما میتونیم همین الان از همین باکس های کپی بگیریم چند تا به هم بچسبونیم خب بله با باکس هم شما به یک نتیجه میتونی برسی اما خب دقت کن یک کابینت آشپزخونه شاید 50 60 تا دونه باکس بخواد با ابعاد مختلف در کابینت هر کدوم یه باکس خود المنت های کابینت یه باکس یه دیتیل بخواد اضافه کنی یه باکس خب خیلی این زمان بره ما میخوایم این کار رو با ادیت پالی یاد بگیریم که چجوری میشه انجام داد من یک مادیفایر ادیت پالی به کارم نسبت میدم و کلید چهار کیبورد رو میزنم که برم توی بخش پالیگان اینجا توی بخش پالیگان رو حالت دیفالت شیدینگ هم قرار میدم و رنگ کارم یه چیزی میکنم که بعدا حالا متوجه میشیم و بعدش دوباره ببینیم رو کلی و رو کلی, کلی مدل سازی خودمون رو انجام میدیم من این پالیگان رو انتخاب میکنم قرار که بچه اینجا دو تا کابینت 50 سانت داشته باشیم یک فاصله 80 سانت به عنوان گاز دوباره 50 سانت و این قسمت هم دوباره 3 تا 50 سانت داشته باشیم برای کابینت هاون وقتی که شما این کار رو انجام میدید میتونید که آقا افشار رو من بزنم میتونید که آقا موو بکنید عدد بدید مثلا خب الان 50 سانت 50 سانت دیگه میره موو بدید اما ما از این روش هم استفاده نمی کنیم میم تو تب اکسترود روی ستینگش میزنیم یک همچین نواری بر ما باز میشه و میمی قرار میدیم که آقا ما میخوام اکسترود بشه چقدر 50 سانت خودش 50 سانت برای من اضافه میکنه اگر الان خب من اینو زب در بذارم هیچ اتفاقی نمیافته اگر اپلای کنم اینجا یک 50 سانت برای من اضافه شد حالا دوباره باید بیام اکسترود بزنم عدد 50 سانت تو حافظش میمونه بعد شما باید 80 وارد کنم به عنوان گاز دوباره اینجا اپلای بزنم خب این هم باز زمان بره بچه‌ها شاید بگید خب این تنها روشی ای که میمونه برای مدل سازی کامنت اما این هم باز زمان بره چرا که توی ویدیو قشنگ قرار ما بهتون بگیم که از هر نرم افزار دیگه شما با این تکنیکی که میخوام بهتون بگم سریعتر میتونید کابینت رو مدل سازی بکنید خب از اول اکسترود میزنیم به جای اینکه روی اوکی کلیک بکنیم روی اپلای و کانتینیو کلیک میکنیم یعنی من میزنم 50 سانت اوکی این اوکی شده حالا اینو داره بهم میگه این میخواد چقدر باشه من گفتم 80 سانت اوکی اپلای میکنم این میخوام چقدر باشه 50 سانت اوکی حالا یه اپلای میزنم میخوام تو ادامه یه کابینتم از این قسمت به چرخه. روی این کلیک میکنم دوباره اپلای اپلای, اپلای، ا... یه، یک دو سه تا اپلای و حالا اوکی دقیقا چیزی که میخواستیم اما یه سوتی ما اینجا دادیم اونم چیه اونم که گفتیم بچه ما دو تا پنجاه سانت هشتاد و بعدش دوباره یه کابینت داریم بعدش از این قسمت بعد اکسترود بشه پس دوباره من کنترل زد میزنم تا این قسمت کارو یه اپلای میزنم اینجا یه اپلای دیگه از اینجا میام و اکسترود خودم رو انجام بدم میبینید چقدر خوب و دقیق تونستیم این کار رو انجام بدیم فقط نکته ای که اینجا وجود داره اینه که عمق این قسمت کار من 60 سانته عمق این قسمت کار من 50 سانته اگر هم نمیخوایم مطمئن بشیم یه یک میگی تیپ میگیریم خیلی راحت با تیپ میبینید 50 این قسمت کار من این قسمت کار من 60 کاری که باید انجام بدیم اینه که تمامی ورتکس های این قسمت رو 10 سانتی متر در راستای ایگرگ موو بدیم به این سمت این میشه گفت بیس اصلی کار من کاری که شما این رو الان انجام بدین درست بقیه کار خیلی راحت تره ادامه کار چی بود ادامه کار بود که آقا اینجا قرار آبجکت گاز قرار بگیره پس میایم این های این قسمت رو دیلیس میکنیم اینجا حالت بردر تو خالی بردراشو سلکت میکنیم و کپ میزنیم حالا با کلیک راست کپ در قسمت در اختیارتون قرار میگیره این قسمت هم میتونید کپ کنید به هر حال نکته بعدی چیه اینی که آقا ما الان قراره که این 90 سانتی در نظر گرفتیم برای ارتفاع کابینتمون اما توی واقعیت 90 سانتی نیست 90 سانتی متر از بیس بیس تا بالای بالا بیس بیس تا بالای بالا سه بخش شامل میشه یک پاخور کابینت دو بدنه اصلی کابینت سه سنگ اصلی روی کابینت پس ما میایم به عنوان پاخور کابینت تمام ورتکس ها رو انتخاب میکنیم در راستای زد 14 سانتی متر موو میکنیم بالا از بخوام 14 متر زدم 14 سانتیمتر متر موو بالا برای سنگ روی کابینت هم ما چند سانت در نظر میگیریم برای سنگ روی کابینت هم ما سه سانت در نظر میگیریم ارتفاعش رو پس در راستای زد هم منفی سه سانتی از اول منفی سی سانت زدم منفی سه سانتی به این صورت پس الان ما یک چارده سانت از پایین زدیم و یک سه سانت از بالا در نتیجه 17 سانت از ارتفاعمون کم شد از 90 کم شد پس بریم یک میجر الان بگیریم میبینید 73 سانت اینجا برای ما ارتفاع هست ادامه کار چه؟ من تو فکرم هست بچه این قسمت کشو ایجاد بکنم برای ایجاد کشو کافی که دو تا اج رو انتخاب بکنیم دوتا کانکت بزنیم اینجا و اوکی کنیم فعلا در حد کانکت شد بعدا بهتون توضیح میدم از همین کاری که اینجا دارم یک کپی سر جاش میگیرم کنترل وی اوکی الان دو دوتا آبجکت روی همه آلت کیو میزنم که ایزوله بشه فقط روی یکیشون دارم کار میکنم این الان بدنه اصلی کار منه من میخوام که چی اتفاق انجام چه کاری انجام بدم میخوام قسمت های کابینت هم خالی بکنم پس میم اینجا اکسترود بهش نسبت میدم منفی 54 صد میلی متر به یک مشکلی برخوردم اون مشکل چیه اونم اینه که بچه ما الان یک صفحه رو داریم اکسترود میکنیم ایراد قبل از اینکه بخوایم اکسترود بکنیم به سمت داخل نیازمند اینه که بچه‌ها یک لایه ورق ام دی اف دهم mm میلی توی اون ایجاد بکنیم پس میام یک اینست میزنم عدد یک دهم میلی mm متری رو وارد میکنم حالتش رو میزنم روی بای پالیگان به این صورت حالا اوکی میزنم حالا این رو اکسترود میکنم به سمت داخل حالا عددی که باید به اکسترود کنیم به سمت منفی چقدر بچه ها 58.4 چرا؟ چون یک سانت و شیش باید اون ته برای ما زخامت MDF بمونه پس من این رو قرار میدم روی پاک میکنم 584 اوکی الان خیلی دقیق تونستیم این کار رو انجام بدیم خیلی هم خوب این الان بیس کار ماه. پس ما الان آقا این بیس کارمونه این زیریه چیه این زیریه میخوایم ازش به عنوان در به استفاده میکنیم حالا من زیریه رو آلت کیو میزنم ها رو انتخاب میکنم با های صفحه کار داریم اگه طول کشید اگه س... کردن این پالیگان ها کاری نداره میتونید از ویوپورت تاپ از اوتو ویندو استفاده بکنید به این صورت سلکتتون خیلی سریعتر انجام میشه بعد از این کار کافی که مجدد بیایم این اما قبلش ما فقط گفتیم که با این صفحه ها کار داریم پس صفحه ها رو سلکت میکنم کنترل آی دیلیت از این پوسته ها قرار به عنوان درب استفاده کنیم فقط الان پوسته است قرار زخامت بگیره چه جوری برای که شما بخواید زخامت بدید اول از همه که بچا اینا هر یه دونه قرار یه دونه در بشه در نتیجه نباید اینا به هم بچسبه حالا فاصله بین هر کدوم از این درب چقدر اونم خیلی راحته کافی که شما این بدید به پالیگانتون چقدر دو میلیمتر دو میلیمتر که این ست میدید میبینید قسمت بالا رو فقط حتما حتما رو حالت بای پالیگان اینجوری که این ست میدید و اوکی میکنید حالا کافی که این پالیگانی ای که سلکت نه مابقی بقیه پالیگان ها رو به این صورت با کنترل آی دلیت بزنید میبینید الان فاصله افتاد بین کابینت حالا کاری که شما باید انجام بدید چیه اونم اینه که خیلی راحت تمامی پالیگان ها رو انتخاب بکنید و یک سانت و شیش میلیمتر extrude بدید extrude که میدید پشت پالیگان ها بازه بردر ها رو سلکت میکنیم و کپ میزنیم میبینید چقدر راحت شما الان تونستید درب کابینتتون رو ایجاد بکنید میبینید کاملا الان واضحه که ما بین کابینت ها یک سری فاصله ای هست اما خب این دیتیل برای ما کافی نیست و این نکته مهم داره یک این گوشه ای کار من دو تا زل کابینت توی هم رفته خب اینو کاریش نمیشه کرد خیلی خب راحت میتونید ورتکس هاشو موو بکنید به این سمت به این صورت و این هم به این صورت نکته بعدی آیا لبه کابینت های ما انقدر باید تیز باشه؟ قطعا نه این کار ما رو کاملا خراب میکنه پس تمامی درپای های کابینت رو انتخاب میکنیم و کل دو کیبورد رو میزنیم تمامی اج ها سلکت میشه و گزینه چنفر رو میزنیم بچه حالا چنفر است با کلیک راست هم در اختیارمون قرار میگیره این قسمت هم چنفر هست هیچ فرقی نمیکنه F4 رو میزنیم چند تا ورتکس اینجا اضافه میکنیم چندتا تا مثلا سه تا حواستون باشه بچه خیلی این عدد رو زیاد نبرین و این عدد امام تو چنفرتون رو همین دو میلیمتر سه میلیمتر کاملا کفایت میکنه حالا ما سه میلیمتر اسموتینگ رو حتما خاموش میکنیم و اوکی اگه دقت بکنید میبینید الان چقدر قشنگ اون هایلایت بین لبه ها فاصله بین درزها و درها ایجاد شده شما خیلی راحت تونستید این کار رو انجام بدید این گفت از بیس اصلی کار من خب حالا شاید براتون مثال پیش بیاد که آقا من میخوام یه خورده دیتیل بدم به کارم من میام این دو تا المنت رو بچه ها دونه دونه اول از همه دیتچ میکنم تا یه سری مثلا دیتیل ها هم اینجوری شما میتونید خودتون داشته باشید چرا که خیلی بهتون کمک میکنه یکی از این المنت و یه دونه این المنت این رو هم دیتچ میکنم تو یک چند تا نکته خیلی بامزه بهتون بگم که میتونید این کار رو انجام بدید یک من این در کابینت رو دارم میخوام این در کابینت هم باز باشه چه جوری خیلی راحت میتونم بیوتش رو میذارم مرکز و همین دو در راسته ایگرگ میذارم این ور حالا وقتی روتیشنش کنم در کابینت هم بازه و چون ما قسمت کابینت رو خالی کردیم الان داخل کابینت دیده میشه و صرفا یک باکس نیستش اون پشتی من یه المنت کاملا واقعی و رال هستش شما حتی میتونید الان یک آبجکت اون تو قرار بدید به هر حال برای این قسمت کشو شاید بگی آقا اصلا کشو برای شما اوکی کردی برای کشو همین طور میام پیوتش رو میذارم مرکز کار یکم موو میکنم بیرون حالا چیکار میکنم پالیگانش رو سلکت میکنم یه مقدار اکسترودش میکنم به این صورت حالا عددش خیلی برام مهم نیست چون میره داخل کار به این صورت بعد دوباره میام این زل بالاشو اینست یک سانتو شیشته میلیمتر بعدش اکسترودش میکنم به سمت پایین میبینید الان شما تونستید یک کشو هم اینجا ایجاد بکنید خیلی راحت حالا کشو مثلا یه خورده اینجوری باز باشه میبینید پس اضافه کردن دیتیل اضافه دیگه بسیاری به خلاقیتتون داره اما بیس کاری که شما قراره اینجوری پیش برید خیلی میتونه بهتون کمک بکنه در نهایت وقتی کارتون تموم شد میرسیم به سنگ روی کابینت که اونم صرفا یه باکس دیگه شما کافه یه باکس اینجا ترسیم بکنید حالا من یه باکس خیلی سری ترسیم میکنم که نکته شو بهتون بگم اول از همه که ارتفاعش شو باید در نظر بگیرید که ارتفاع شما گفتیم چقدر بچه ها سه متر ادیت فالی بهش نسبت میدیم و اینم میگم چیز خیلی پیچیده ای نداره فقط کافی که وقت بذارید و با یه خورده اکسترود اکس کردن این رو رعایت کنید نکته که وجود داره بچه ها روی کابینت یه مقدار بیرون زدگی داره وقتی شما زخامت درتون 1.6 میلی متر این معمولا از در هم یه خورده جلوتر میزنه مثلا همون 3 سانتی متر هم میتونه حالت بیرون زدگی برای شما داشته باشه به این صورت در نهایت هم شما دیگه نیازمند این هستید که دوباره با همون اکسترود مثلا 3 سانتی متر اپلای میام پایین رو سلکت میکنم یه خورده بهش اکسترود میدم بعدش با اسنپ قرارش میدم پایین این قسمت سنگ کابینت این قسمت هم برای ما هم دقیقا همین روش شما پیش میرید کانکت میزنید اکسترود میکنید میچرخونید میاد این قسمت میگم اصلا چیز پیچیده ای نداره و خیلی دیتیل خوبی اضافه میکنه به کار شما فقط این نکته هم بچه‌ها باید دقت کنید که سنگ روی کابینت هم شما حتما حتما بعد اجهاشو بشا یک چنفر خیلی کم هم حتی شده بهش نسبت بدید چرا که خیلی تاثیر میذاره روی دیتیل کاری شما میبینید چه دیتیل خوبی الان تونستیم ما اینجا اضافه بکنیم و به عنوان نکته آخر هم بچه به عنوان پاخور پایین کابینت شما هم میتونید یک باکس قرار بدید به عنوان پاخور پایین کابینت اصلا هیچ محدودیتی نداره مثلا یه باکس به با ارتفاع 14 سانت قرار بدین یه خورده جلوی کار به این صورت که دیده بشه میبینید حالا من 14 سانت فعلا حدودی قرار دادم و این به چرخ پایین و همینطور میتونید از سیلندر استفاده کنید معمولا صرفا باکس هم قرار نمیگیره خیلی ها. از جاها میتونید از سیلندر به ارتفاع 14 سانتی متر استفاده کنید مثلا چند تا اینجا قرار بدید اینجا قرار بدید یه دونه اینجا قرار بدید یه اینجا قرار بدید, اینجا قرار بدید. از اینها هم به عنوان پاخور کابینت استفاده میشه صرفا نباید باکس یه تیکه باشه میبینید از اینها هم به عنوان پاخور کابینت 14 سانت استفاده میشه مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه بچا حتما حتما این ترفندی که بهتون گفتم توی مدلسازی کابینت رو تمرین کنید خیلی میتونه بهتون کمک بکنه نه صرفا توی کابینت توی چندین جاهای دیگه برای مدل سازی میتونه بهتون کمک بکنه و بازم مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید حتما اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید نظرتون رو حتما برام بنویسید حتما حتما اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردید همین الان یه پاز بدید کانال ما رو سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنید هر وقت ما ویدیو جدید میذاریم برای شما نوتیفیکیشن میاد تا تشریف ویدیو جدید ما رو میبینید و همونطور که میدونید بعد شما یک سایت تخصصی دانلود آبجکت داریم به اسم ویدارت ویژن که به روزترین و ترین آبجکت های روز دنیا رو میتونید از سایتمون دانلود کنیم و همینطور ما یک دوره تخصصی ساخت متریال داریم اگر مدل سازی و بلدید با ویرایی حدودی آشنایی دارید حتما حتما پیشنهاد میکنم که این دوره رو تهیه بکنید و ببینید چرا که میتونه کاملا شما رو به یک استاد متریال سازی تبدیل بکنه توی دنیای شبیه سازی و رندرینگ و بازم مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار